فراه از چند ماه به این سو میدان نبردهای خونین و گواه تلفات سنگین نیروهای امنیتی بوده است. در تازه ترین رویداد طالبان بر امترین ولسوالی این ولایت حمله کردند و پس از تصرف ولسوالی اناردره فرمانده پلیس و چندین سرباز و افسر اردوی ملی و پلیس را در این ولسوالی کشتند. در فراه آنچه که اتفاق افتاده یک فاجعه استخباراتی بوده که بهترین های افغانستان قربانی شده. یعنی هر فردی که در کماندو هست شاید برابر 10 فرد عادی یک سرباز ارزش و اهمیت نظامی داره. برخی از اعضای شورای ولایتی و باشندگان این ولایت نیز هشدار می‌دهند که فراه با تهدیدهای جدی هراس افکنان روبروست. که فراه امنیتی ځواکونو ته باید تجهیزات او د دوی تشکیل او دغه تازه نفس قوتونه باید راسي. 90% مسائل جنگ تکتیکی و جنگای نامنظم از طرف کشور ایران سازماندهی میشه. اما وزارت دفاع ملی از عقب راندن طالبان از اناردره خبر می‌دهد و می‌گوید که نیروهای امنیتی با حمله‌های هوایی و زمینی طالبان را سرکوب کردند. از اثر ضربات هوایی و عملیات تصفیوی در ولسوالی‌های بالابلوک و اناردره در ولایت فراه 52 تن دشت افغان کشته، 25 تن زخمی و یک آراده موتر دشمن از بین برده شده است. گفته می شود طالبان پس از گرفتن ولسوالی اناردره مقدار جنگ افزار و تجهیزات نظامی را نیز با خود بردند.